بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم حالتون خوب باشه و ایام خوبی را پای سر گذارنده باشید. با برنامه دیگر از سلسله برنامه های خط رفاه در خدمتون هستیم. ما در برنامه امروز و همچنین در چند برنامه دیگر گفتگو میکنیم با اسخر کریمی درباره جنبش نوین کارگری. اجازه بدید قبل از اینکه برنامه اول شروع بکنیم، مقدمه‌ای که در همین رابطه هستش براتون بخونم و بعد برنامه‌مون رو با اسخر کرمی شروع بکنیم. در سال 1997، 20 سال بعد از اعتصاب کارگران صنعت نفت در انقلاب 57، این کارگران بار دیگر با اعتصاب و اعتراض خود به مصاف جمهوری اسلامی ایران رفتند. این بار حزب کمونیست کارگر ایران با اعلام یک کمپین بین‌المللی به یاری و حمایت این کارگران رفت. در پاسخ به این کمپین در خارج کشور، صدها اتحادیه کارگری با ده‌ها میلیون عضو از استرالیا تا آمریکا، از ژاپن تا آلمان و از ترکیه تا فرانسه به میدان همبستگی با کارگران ایران پای گذاشتند. قطعنامه‌های اعتراضی صادر کردند و به فراخوان تظاهرات علیه رژیم مرتجع جمهوری اسلامی پاسخ دادند. این موج همبستگی سد سانسور را شکست و رژیم اسلامی را به تناقض‌گویی و دلغک بازی انداخت. این کمپین الگویی شد برای حمایت بین‌المللی از اعتصابات کارگری و همچنین حمایت از رهبران و فعالین کارگری در زندان. اکنون به برکت صدها کمپین از طرف احزاب، سازمان‌ها و تشکلات کارگری، بسیاری از رهبران کارگری نه تنها به عنوان رهبران مبارزات صنفی بلکه به عنوان رهبران مبارزات اجتماعی و نه تنها در ایران بلکه در سطح بین المللی شناخته شدند. جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب اعتصابات و اعتراضات کارگری، زندان و شکنجه و رهبران کارگری ادامه میده، اما جنبش کارگری نیز یک لحظه از تکاپو باز نمی‌ایسته. با مقایسه بین جنبش کارگری فعلی و جنبش کارگری در سال 57، میتوان گفت که جنبش کارگری کنونی بسیار با تجربه تر، آگاه تر و منسجمتر از جنبش کارگری در سال 57 و همچنین با مختصات ویژه و نوینی خود را برای انقلاب آتی آماده میکنه. ما در این برنامه و در برنامه آتی گفتگو میکنیم با اسخر کریمی درباره مختصات جنبش نوین کارگری و رابطه این جنبش با گرایشات سوسیالیستی و سایر گرایشات درون طبقه کارگر. اسخر کریمی صدای ما را دارید؟ بله، سلام عرض میکنم به شما و همکارانتون و همینطور به بینندگان عزیز کانال جدید. اجازه بدید برنامه امروز با یه سوال مقدماتی شروع بکنم. در سال اخیر در ادبیات حزب کمونیست کارگر ایران ما با اصطلاح با ترمی به نام جنبش نوین کارگری مواجه هستیم. اگه ممکنه یه مقدار راجع به اینکه چرا این ترم شما به کار میبرید و همچنین به طور مختصر راجع به مختصات این جنبش نوین با ما و با بینندگان کانال تلویزیون کانال جدید صحبت بکنید، بفرمایید. بله، خیلی متشکرم. خب طبعا این اصطلاح رو جنبش نوین کارگری ما مدتی به کار میبریم به این دلیل که واقعا یه ویژگی های تازه جنبش کارگری داره که قبلا نداشت. قبلا منظورم 15 سال پیش به عنوان مثال نداشت، 20 سال پیش نداشت، در مقطع انقلاب 57 نداشت. به عنوان مثال امروز طبقه کارگر علاوه بر خواستهای کلن با خیلی فشرده در یک جمله ابتدا بخوام بگم اینه که جنبش کارگری داره خودش از محیط بسته کارخونه بیرون میاره، نه به مفهوم صرفا جغرافیایی که میاد تو خیابون اعتراض میکنه، بلکه به اشکال مختلف سعی میکنه ببخشید خودش رو در سطح وسیع‌تری مطرح کنه، خواستاشو در سطح وسیع‌تری مطرح کنه، سعی میکنه رسانه‌ای بشه، سعی میکنه متشکل بشه، سعی میکنه چهره‌های خودش رو، رهبران خودش رو در مقابل جامعه بگذاره و جامعه بشناسه، سعی میکنه همبستگی بین‌المللی جلب بکنه، از خواستای عمومی جامعه مردم دفاع میکنه. به عنوان مثال تحصیل رایگان که معلم‌ها به عنوان بخشی از اردوی کار، بخشی از طبقه کارگر تو اعتراضاتشون مطرح میکنن، خب فراتر از خواست افزایش حقوق خودشونه. یا موقعی که کارگرها در قطعنامه‌هاشون، در بیانیه‌هاشون خواهان عدالت، رفاه،
آزادی، آزادی زندانیان سیاسی، برابری زن و مرد، حتی لغو مجازات اعدام یا حقوق کودک و سایر خواستای عمومی میشن، میبینیم این خواستها بسیار خواستای فراتر از خواستای محدود کارگر به معنی کسی که در کارخونه کار میکنه است. خب این سنت این نبود قبلا، یا الان به ویژه در یک سال و نیم گذشته در واقع کارگرها خیلی تلاش میکنن که همسرانشون، اعضای خانواده‌هاشون بیان تو تجمعات شرکت بکنن، و یا در واقع بهتره بگم خود همسران کارگرها و اعضای خانواده‌شون به عنوان بخشی از نیروی طبقه کارگر دارن میان تو تجمعات شرکت میکنن و طبقه کارگر خیلی قدرت بیشتری به اون اعتراض معین و کلن جنبش کارگری میدن و موقعیت بهتری ایجاد میکنن، وزنه سنگین تری به کارگر در جامعه میدن با این کار. اینا مختصاتیه که خب میگم من 15 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش نبود و میشه گفت در یک دهه اخیر شروع به شکل گیری کرده این مختصات. و ما واسه این که در واقع واسه این که بتونیم خوب معرفی کنیم این جنبش نو این رو، به دلیل اینکه اهمیت داره این مختصات، اگه فرصت باشه بعد توضیح میدم که چه اهمیتی در پیشروی طبقه کارگر، در قدرت طبقه کارگر داره، و به همین دلیل خب ما این اسم رو گذاشتیم که یه هویت بدیم به این تحرک جدید، به این ویژگی‌های جدید هویتی بدیم، و به هر حال باید یه چیزی همیشه زیر نور گذاشت تا بزرگ کرد، تا رشدش داد. به این دلیل ما از اصطلاح جنبش نوین کارگری اسم میبریم، به دلیل مختصاتی که گفتم در شاید میشه گفت در 10 سال گذشته داره شکل میگیره یا به درجات شکل گرفته. ممنون اصغر کریم، ما امیدواریم در سوالات بعدی یه مقدار بیشتر راجع به اهمیت این جنبش نوین کارگری صحبت بکنیم. منتها اگر خب البته ما نمیتونیم از اون بپرسم که دقیقا در چه روزی چه ساعتی این جنبش نوین شکل گرفت، ولی اگر بخوایم یک توضیح کلی بدی که اساسا تاریخ این جنبش نوین کارگری به کجاها میرسه، و اینکه اساسا اگه ما بخوایم یه برش بزنیم الان و با انقلاب سال 57، وضعیت جنبش کارگری در انقلاب سال 50 و حتی قبل از اون، فکر میکنید که تفاوت های برجسته این جنبش با اون زمان چیه؟ ببینید اول این تفاوت ها رو بگم. طبعا طبقه کارگر در سال 57 نه اون تجارب امروز رو داشت، تجارب 36 سال کارگرها دارن به کوب اعتصاب میکنن، اعتراض میکنن، تجمع میکنن، زندان میفتن، میان بیرون، از داخل زندان حتی اعتراض میکنن، متشکل میشن، تشکلشون رژیم به هم میزنه، باز متشکل میشن، اعتصاب میکنن، تجمع میکنن، قطعنامه صادر میکنن، کارگران جان باختر رو بزرگ میکنن و بیانیه براشون صادر میکنن، سرود میخونن. خب اینا سال 57 نبود و طبیعیه که نبود، اینقدر خفقان بود در زمان شاه، اینقدر سرکوب ابعاد وسیع و همه جانبه‌ای داشت که واقعا کارگر حتی یه اعتصاب ساده رو به زور باید میکرد یا ممکن سالها نتونه واقعا حتی یک اعتصاب جدی 4 روزه رو تو مراکز بزرگ کارگری سازمان بده. منتها از مقطعی که انقلاب 57 شروع شد، از سال میشه گفت 55-6 تحرک، و به ویژه سال 56 تحرک کارگرها وسیع شد. میدونیم که کارگر نفت که به عنوان رهبر سرسخت ما تو شعارهای مردم مطرح میشد با چه قدرتی اومد تو میدون، کارگرای مراکز صنعتی در نقاط مختلف کشور، معلم‌ها و بخش‌های مختلف کلاً این طبقه در نقاط ادارات و ارگان‌های مختلف دولتی اومدن بیرون و ابعاد خب بسیار وسیع و اجتماعی داشت، خیلی قدرت داشت و همین قدرتش بود که تأثیر می‌ذاشت. منتها متأسفانه چون تازه داشت شکل می‌گرفت، خب اون خصوصی تجارب و پختگی جنبش کارگری امروز رو نداشت، اون رهبران کارآزموده رو نداشت، هرچند داشت ولی خب در نسبت به اون شرایطی که به وجود اومد که طبقه کارگر میتونست دیگه اعتصاب بکنه، بیاد تو خیابون شعار بده و رژیم شاه قدرت سرکوبی نداشت، و حتی تا سالهای 58-9 جمهوری اسلامی هم قدرت سرکوب نداشت و کارگرها داشتن تلاش میکردن متشکل بشن و دستشون خیلی بازتر بود، ولی به دلیل اینکه این پختگی و تجارب امروز رو نداشت
نتونست اون استفاده لازم رو از شرایطی که با انقلاب خود مردم، با انقلاب خود کارگر تو 57 ایجاد شده بود، نتونست بهره برداری کامل رو بکنه، نتونست در ابعاد وسیع متشکل بشه، نتونست با بیانیه هایی از خواستای عمومی جامعه دفاع بکنه، هرچند جسته گریخته اینجا و اونجا به ویژه در نفت خواستایی مثلا لغو حکومت نظامی یا آزادی زندانی سیاسی مطرح شد، مون تا اونجور نبود که هضم بشه در کل طبقه کارگر، طبقه کارگر بیانیه‌هاش رو بده و دفاع کنه از خواست عمومی مردم، از جمله مثلا جدایی مذهب از دولت یا آزادی بیان یا حق متشکل شدن، حق اعتصاب. و خب متاسفانه اینجوری بود و حتی چهره های سال 57 نذاشت جلو جامعه. اونجور نبود که همسران کارگرها به عنوان یه نقشه آگاهانه وسیعاً تو تجمعات کارگرها شرکت کنن. خب طبعا تو انقلاب همه شرکت میکردن، منظورم اینه که کارگرها به طور اخص نتونستن همه نیروشون بیارن به میدون و به هر حال اون شرایط سال 57 بود. منتها در دهه گذشته بذار اشاره کنم، خودتون اشاره کردین به کمپین بین‌المللی دفاع از کارگران نفت که حدود 17-18 سال پیش بود. خب اون کمپین رو کارگرها سازمان ندادن، اون کارگرها رو حزب کمونیست کارگری در خارج کشور سازمان داد، همزمان با اعتصاب در 4 پالایشگاه تهران، شیراز، اصفهان و فکر میکنم تبریز. و خب یه نقطه عطفی در به اصطلاح مربوط میشه به طبقه کارگر و در دفاع از طبقه کارگر، و طبقه کارگر رو در سطح جهان متوجه کرد که جنبش کارگری وسیعی در ایران وجود داره، یه طبقه کارگر صنعتی شکل گرفته در ایران وجود داره که خواستایی داره، آرزوهایی داره، اعتراضاتی داره. و خب این خیلی مهم بود و فشار وسیعی هم به جمهوری اسلامی آورد. منتها خود این شاید این شروعی شد به عنوان مثال که به دنبال اون طبقه کارگر و تشکلهای مختلف خب شروع کردن همبستگی بین‌المللی جلب کردن، توجه اتحادیه‌های کارگری رو جلب کردن و این طبعا تأثیرات خودش رو بر فعالین کارگری، تشکل‌های کارگری در ایران گذاشت. می‌بینیم که حتی همسران کارگر موقعی که کارگری دستگیر میشه، همسرانشون به ILO، به سازمان جهانی کار یا به سازمان‌های جهانی کارگری نامه میدن، پیام میدن، خواهان دخالت اونا میشن. و خب این پدیده ها قبلش نبود و خودتونم گفتین طبعا نمیشه از یک روز معینی این جنبش نوین کارگری رو اشاره کرد که شکل گرفته. به تدریج به عنوان مثال در خانواده های کارگرها که بسیار بسیار در سرنوشت جنبش کارگری و طبقه کارگر مهمه که در اعتراضات شرکت میکنن، خب تا 2 سال پیش جسته گریخته این ور اونور میدیدیم، ولی در 1.5 سال گذشته با به میدون اومدن خانواده های کارگران زندانی در باف، 9 کارگری که بازداشت شده بودن، خانواده‌هاشون در مرکز شهر جلو فرمانداری به مدت طولانی تحصن کردن و تا کارگرها را آزاد نکردن، خب خانواده‌ها به خونه نرفتن و کل شهر به حرکت در اومد. حتی امام جمعه مرتجع شهر گفت منم به خاطر کارگرها اعتصاب میکنم، نماز جمعه نمیرم. از این اتفاقات افتاد و به دنبالش در موارد زیادی، همین اخیراً در معدن البرز شرقی کارگرها و همسرانشون، 1000 کارگر با همسرانشون در تجمعی در مقابل در شاهرود شرکت کردند، یا کارگران نهالستان در سنندج همین اخیراً همسرانشون در تجمعشون شرکت کردند، کارگران شهرداری انزلی و همینطور بروجرد تو تجمع شرکت کردن، کارگران کنترسازی ایران همسراشون تو تجمعشون شرکت کردن. همینجور قبل‌تر کیانتای رو داشتیم، هفت تپه رو داشتیم، همسران معلمات تو تجمعات شرکت میکردن. میشه گفت در 1.5 سال گذشته به ویژه این جنبه، این خصوصیت ویژه هم میشه گفت داره شروع میشه، هرچند هنوز همه جانبه نیست، وسیع نیست، ولی لااقل اینا چند موردی بود که گفتم و موارد بیشتری هم هست. و حتی کارگران خاتون آباد اخیراً در تجمعشون همسرانشون شرکت کردن. این خصوصیت داره شکل میگیره، داره رشد میکنه. چهره های کارگری یکی دیگه از خصوصیات این جنبشه که تو یک دهه گذشته شکل گرفت که کارگرها امروز ده ها رهبر شناخته شده دارن و یه جور این هویت میده به یه جنبش. ببینید هیچ جنبشی نمیتونه قدرتمند باشه، در ابعاد اجتماعی شناخته بشه، در رسانه‌ها شناخته بشه، در سطح بین‌المللی شناخته بشه بدون اینکه تصاویری، کسانی، عکس‌هایی از رهبرانش در واقع شناخته شده نشه. و امروز تعداد قابل توجهی از رهبران کارگری هستن که مدام متأسفانه به زندان میافتن
حتی یکشون مثل شاهرخ زمانی اخیرا در زندان به دلیل فشارهایی که بهش اومد جان باخت، و امروز طبقه کارگر رسانه‌ها میتونن با این چهرهای کارگری مصاحبه بکنن و علارغم سرکوبی که هست، علارغم دستگیری که هست، ولی داره سنت میشه. با 4 تا که دستگیر میکنن 20 رهبر جدید کارگری پا به میدان میگذارن و این قدرت داده به طبقه کارگر. چهره ها همیشه در هر جنبشی اهرمی هستن برای اینکه اون طبقه رو، اون جنبش رو در واقع به جلو ببرن. و همینطور خواستای عمومی که یکیشو اشاره کردم، تحصیل رایگان که معلم ها مطرح میکنن، خب توجه کل خانواده های دانش آموزا، یعنی میلیون ها نفر رو به خودش جلب میکنه، یا کارگرها که در بیانیهاشون از آزادی زندانیان سیاسی یا آزادی بی قید و شرط یا برابری زن و مرد و لغو مجازات اعدام صحبت میکنن، جامعه متوجه میشه که یه طبقه هست، یه جنبشی هست، یه تشکلهایی هستن که خواستای عمومی شدن مطرح میکنن. و خب طبیعیه که موقعیت اون وقت جنبش کارگری در کل جامعه بیشتر میشه، وزنه و ثقل کارگر بیشتر میشه. به این معنی میخوام بگم کارگر، خلاصه کنم، از محدوده کارخونه و صنف خودش در واقع پا بیرون گذاشته، به عنوان یک طبقه سیاسی، یک طبقه اجتماعی پا به میدان مبارزه گذاشته و با همین کار تونسته وزن سیاسی خودش رو رشد بده و این طبعا تو موقعیت طبقه کارگر بسیار بسیار تاثیرگذاره. و یکی از مهمترین خواصش اینه که جمهوری اسلامی تو سرکوب جنبش کارگری، موقعی که اینجور داره میاد جلو و توجه جامعه رو و همبستگی جامعه رو جلب میکنه، تو سرکوب جمهوری اسلامی به شدت ناتوانتر و محتاط‌تر عمل میکنه. بسیار خوب. همینطوری گفتن اصلا کردیم، ما امیدواریم، امیدوار هستم که، یعنی برجت برنامه اینه که تو برنامه های دیگه راجع به کمپین های بین المللی، راجع به شخصیت ها و رهبران جنبش کارگری، مسئله شرکت خانواده در اعتصابات کارگری که خودتون بهش اشاره کردیم، به طور مفصل‌تر صحبت بکنه. منتها اینجا میخوام یه سوال بکنم در رابطه با رابطه این جنبش نوین کارگری با گرایشات دیگه. خب همینطور که خودتون میدونید تو جامعه، تو جنبش کارگری گرایشات مختلف هستن. فکر میکنید این جنبش نوین کارگری اساساً تحت تاثیر کدوم گرایش اجتماعی تو ایران شکل گرفت و در حال به اصطلاح رشد و گسترش هستش؟ طبعا تحت تاثیر جنبش سوسیالیستی، و فقط تحت تاثیر جنبش سوسیالیستی، گرایش سوسیالیستی. گرایشات مختلفی هم اینطور که اشاره کردین در جنبش کارگری وجود داره، رفرمیستی یا گرایشات سنتی، محافظه‌کارانه، عقب مانده. خب اینا گرایشاتی است که وجود داره و منتها اون گرایشی که این روحیه، این افق، این چشمانداز رو در مقابل طبقه کارگر داره و جنبش کارگری داره میگذره، همبستگی بین‌المللی جلب میکنه، خواستای عمومی جامعه رو داره جلب میکنه، فقط گرایش سوسیالیستیه. و سوسیالیستا و سوسیالیستای درون طبقه کارگر و بخش آگاه و پیشرو و رادیکالی که هیچ توهمی به جمهوری اسلامی و دم و دستگاهش نداره، توهمی به قانون کارش نداره، توهمی به ارگانهای دستسازش مثل شورای اسلامی نداره، و این گرایشه که میتونه به این معنا رادیکال ضد رژیمی کاملا، یا گرایشی که تاکید میکنه رو به عنوان مثال مجمع عمومی در جنبش کارگری. خب اینا یه گرایش رادیکال، این گرایش با جنبش سوسیالیستی، با گرایش سوسیالیستی همیشه شناخته شده، یا گرایشی که جلو به اصطلاح محدود موندن مبارزه کارگر در درون کارخونه رو میگیره. خب یه اصلا میگن خواسته دیگر مطرح نکنین، یا منتظر باشیم امام جمعه بیاد کمک میکنه، منتظر باشیم حالا شورای اسلامی چی کار میکنه، یا ببینیم آقای وزیر کار چی میگن. ولی یه گرایشی هست محکم در مقابل اینا وای میسه، میگه نه، ما رو پای خودمون جلو باید بریم، توهمی نداریم، انتظاری از اینا نیست، اینا دشمنان ما هستن و خودمون رو باید متشکل بکنیم و با قدرت اعتصاب خودمون، با قدرت خانواده هامون که به ما اضافه میشن، با جلب همبستگی مردم، با دفاع از خواستای بقیه جامعه میتونیم جلو بریم. خب میگم این گرایش مربوط به گرایش سوسیالیستیه، و منتها اینکه به درجه ای که طبعا یه گرایشی جلو میره، خب گرایش ها دیگه ممکنه دست به این کار بزنن و متوسل بشن به این سنت. خب این خیلی هم خوبه و پیشروی است واسه گرایش سوسیالیستی، منتها منشأ این، اون نیرویی که واقعا پشت این هست، اون جنبه گرایش سوسیالیستی است که در درون خود طبقه کارگر وجود داره، و اینو تو روحیات و خواستا و بیانیه‌های رهبران کارگری امروز، چهره‌های کارگری، تشکل‌های کارگری می‌بینیم، همه اونا در واقع متعلق به بخش چپ جامعه و بخش سوسیالیست جامعه است.
به شما یه مقداری راجع به گرایشات رفرمیستی و گرایشات سنتی عقب مونده صحبت کرده، اگه ممکنه یه مقداری بیشتر راجع به این جریانات اگه مثال مشخصی دارید بزنید، و در این حال ارگان‌های خودساخته درون از طرف رژیم مثل خانه کارگر و شورای اسلامی که ما به هیچ وجه نمیتونیم اینا رو گرایشات حتی رفرمیستی بدونیم، اینا کارشون چیه؟ چه کار به اصطلاح چه جوری سنگ اندازی میکنه این وسط؟ یه مقدار راجع به اینا اگه توضیح بدید ممنون میشم. همین گفته شما به درجه تفکیک کردین، شورای اسلامی و خانه کارگر اینا خب ارگانهای دستساز دولتی هستن، گرایشی در جنبش کارگری نیستن، اینا ابزار کنترل جنبش کارگری هستن و حتی اتحادیه مثل اتحادیه زرد که تو قرب وجود دارن نمیشه به اینا گفت، بالاخره اونا یه رفرمیزمی خواستایی میخوان و ولی اینا مشخصا ابزارهای دستساز دولتی هستن، مثل انجمنهای اسلامی یا فلان که تو دانشگاه هستن برای سرکوب اساسا دانشجوها شکل گرفتن به وجود اومدن. خب اینا یه مسئله دیگه هستن، اینا سعی میکنن کارگر جلو مبارزات شو جلو رادیکالتر شدن شو بگیرن، مدام توهم ایجاد میکنن به قانون کار و به جمهوری اسلامی و به وزارت کار و ارگاناش. تو قرار سال هر سال در مورد مسئله دستمزد ببینیم چه علم شنگه ای را میندازن و آخر سر چیزی واسه کارگر نمیمونه، پوز دفاع از کارگر میگیرن ولی به شدت ضد کارگر هستن و مواردی بوده کارگرها در مقابلشون وایستادن و فکر میکنم تو واگن پارس بود کارگرها باشون درگیر شدن، حتی چون مخواستن از محوطه کارخونه بزنن بیرون و اعضای شورای اسلامی جلو کارگرها رو میگرفتن. اون تا اینا رو خب جدا کنیم، گرایشاتی که در جنبش کارگری هست مثل رفرمیزم یا گرایشات عقب مانده که وجود داره بخه حسابش جداست، اونا گرایشاتی هستن مربوط به خود کارگرها، منتها یه جور دیگه فکر میکنن و حتی یه جاهای کنار گرایش رادیکال قرار میگیرن، گرایش سوسیالیستی قرار میگیرن و طبعا اینا رو به عنوان بخشی از جنبش کارگری باید به حساب بود. منتها اینا همینجور گفتم اولین خصوصیت چون اینه که کارگر رو در محدوده صنفی خودش نگه میدارن، چند درصد جامعه هم که نگاه میکنه این گرایش به عنوان مثال مبارزه زنا زیاد براش اهمیت نداره، تحت عنوان که این دموکراتیک سوسیالیستی نیست زیاد اهمیتی نداره، مبارزه برای آزادی ها، مبارزه علیه مذهب، مبارزه برای حقوق کودک به اینا توجهی نداره، ولی گرایش سوسیالیستی کارگر رو یک انسان میبینه، فقط به عنوان ابزار استثمار، در ابزاری که استثمار میشه به اصطلاح نیرویی که استثمار میشه در داخل کارخونه فقط نگاه نمیکنه، به عنوان انسانایی نگاه میکنه که تحصیل بهتر واسه بچه‌هاشون میخوان، رفاه بیشتری میخوان، حق و حقوق بیشتری در جامعه میخوان، بازنشستگی بهتری میخوان و خیلی خواسته دیگه دارن، اعدام نمیخوان، خفقان نمیخوان، بیحقوقی نمیخوان، میخوان آزادتر باشن. خب اون گرایش سنتی، گرایش رفرمیستی به اصطلاح به ویژه گرایش سنتی و عقب مونده جلو در واقع کارگر رو میگیره، منتها گرایش سوسیالیستی خوشبختانه داره به سرعت جلو میره و جوابگو است، منتها گرایش رفرمیستی است که گرایش قوی تریه، سنتی که از حزب توده و امثال هم به عنوان مثال از قبل وجود داشته که همیشه سعی میکنه توهم ایجاد بکنه نسبت به قانون کار، نسبت به دولت، نسبت به جنایی از دولت، حالا این الان مثلا اصلاح طلبا یا بالاخره یه داردستایی تو حکومت و سعی میکنه، تلاش میکنه که با این توهمش در واقع کارگر رو عملا نقشش اینه که در عمل کارگر رو فلج میکنه، جلو عمق یافتن اعتراض کارگر، جلو رادیکال شدنش رو، جلو اجتماعی تر شدنش رو میگیره و خب این گرایش ها در تقابل با هم دیگه هستن و در سالهای گذشته میشه گفت گرایش سوسیالیستی پیشروی خیلی زیادی در مقابل گرایشات دیگه داشته. اصغر کریمی، 3 دقیقه بیشتر به وقتمون باقی نمونده، امیدوارم بتونید به طور خلاصه به 2 تا سوال پاسخ بدید. یکی در رابطه با رابطه مدیای اجتماعی، خب ما میدونیم این مدیا اجتماعی الان با سال 50 هستن به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، فکر میکنید چقدر مدیا اجتماعی در به اصطلاح در نشر و گسترش این جنبش نوین کارگر موثر بوده و رابطه این دوتا با هم دیگه چیه؟ بله، خب طبعا رسانه‌ای کردن مبارزه فوق العاده مهمه در هر مبارزه، مبارزه‌ای که محدود بمونه، مسکوت بمونه، همه مردم بی خبر ازش باشن، قدرتی نمیگیره، تاثیر کمی داره در جامعه، قدرت سرکوب حکومت نسبت بهش به شدت زیاد میشه و به این دلیل خیلی مهمه کارگرها از اشکال مختلفی برای رسوندن خبر اعتراضاتشون و خواستاشون در جامعه استفاده کنن.
متاسفانه کارگرها نسبت به نسل جوان، دانشجو و بخش زیادی از جامعه امروز خیلی از مدیای اجتماعی واسه حرف زدن، نقد کردن، انتقاد کردن، اعتراض کردن استفاده میکنه، ولی جنبش کارگری تو این زمینه عقب، هرچند دارن شروع میکنن، کارگری به ویژه پیشروی بخشای کارگری دارن رو میارن به مدیای اجتماعی، دارن سعی میکنن از این ابزار استفاده کنن و مشخصا بخش پیشروی این جنبش یعنی معلم ها دیدیم در سالهای گذشته چجور از تلگرام و فیسبوک و نمیدونم بیشتر تلگرام راستش و قبلا از طریق اسمس کردن، از طریق تلفن‌های همراه چقدر استفاده کردن، معلمی که پراکنده است در مدارس مختلف، در هزاران مدارس مختلف، ولی تونستن اعتصابات سراسری را بنازن. یعنی طبقه کارگر واسه این که بتونه قدرت خودشو در سطح سراسری نشون بده، در سطح سراسری متشکل بشه و در سطح سراسری بتونه حرکتی را بنازه، به نظر من ناگزیره از رسانه استفاده کنه. بدون راستش استفاده از رسانه های پرقدرت و امروز رسانه اجتماعی که در خدمت هم است، طبقه کارگر به سادگی قادر به راه انداختن اعتصابات منطقه‌ای سراسری، حرکت‌های بزرگ نیست و به این معنا تعیین کننده است و امیدوارم پیشروهای جنبش کارگری توجه ویژه به مدیای اجتماعی بکنه. اصلا کردیم به عنوان آخرین سوال یه دقیقه بیشتر وقت ندارین، چالش‌ها و موانع کدوم هستن و چیکار باید کرد؟ بله خیلی کوتاه میگم، خب مهمترین چالش هجوم جمهوری اسلامی و سرمایه‌داراست به سطح معیشت کارگرا، به دستمزدشون. میبینیم چجوری داره مراکز کارگری بسته میشه و تعطیل کارگرای کرور کارگرا بیکار میشن، با فقر فزاینده مواجه هستن و همینطور سرکوب رهبران کارگری، فشار برای منحل کردن تشکلهای کارگری. اینا چیزیه کمی امروز در دولت روحانی هم جزء سیاست‌هاشه و داره تلاش میکنه اینو اجرا بکنه، همزمان با فشار به جنب کل کارگر از نظر اقتصادی سعی میکنه از سیاسی هم رهبرها و تشکلاشون رو بزنه به زندان بندازه، محدودیت‌های وسیع ایجاد کنه، منتها به درجه ای که کارگرها به نظر من در این حال کارگرها اعتصابات وسیع هرچند پراکنده ولی بسیار وسیع یک روز متوقف نمیشه و به درجه ای که کارگرها به این ویژگی هایی که من گفتم بیشتر توجه بکنن، هرچی جنبش نوین کارگری به این خصوصیات ویژه رشد بکنه، طبعا در مقابل این چالش ها قوی تر ظاهر میشه، نیرو خودش میتونه قوی تر به میدون بیاره، چه حضور همسران، چه جلب همبستگی، چه دفاع از خواستای عمومی جامعه و چه نکته آخری گفتم اشاره کردین در مورد استفاده از رسانه ها و مدیای اجتماعی، و یکی از رسانه ها همین کانال جدیده که در اختیار کارگراست و خیلی بیشتر از این باید بتونن ازش استفاده کنن. خیلی ممنون از کاری کردین، میکردین برنامه شرکت کردید. ما با در برنامه دیگر راجع به نقش خانواده ها و جنبش کارگری با شما صحبت میکنیم و شما بینندگان عزیز با تشکر که تا این لحظه به پای برنامه ما نشستید. من محمد کاظمی هستم، به اتفاق همکارم بابک یزدی در اتاق فرمان براتون شب و روز خوبی را آرزو میکنیم.